سرخط مهمترین خبرها. سفر قریب الوقوع وزیر خارجه پاکستان به کابل در میانه تشدید تنش‌ها میان دو کشور، اسحاق دار گفته اسلام آباد با کابل روابط نزدیک می‌خواهد. خوبتر است که بیای با مقامات امارات اسلامی افغانستان نزدیک ببینم و مشکلات از راه گفتگو و مذاکره حل شود. نگرانی نهادهای بین المللی از احتمال تشدید بحران بشری در افغانستان. همزمان وزارت اقتصاد از جهان خواست از برنامه ها برای تقویت اقتصاد خانواده ها و ایجاد فرصت های شغلی در کشور حمایت کنند. برای حل اساسی بیرون رفت از مشکلات اقتصادی، اتکا به ظرفیت های موجود اقتصادی داخل کشور و تطبیق برنامه اشتغال زایی مطابق به اولویت های اقتصادی در سکتورهای مختلف می باشد. و آغاز نشست سران ناتو در واشنگتن با آجندای ضد روسی. رئیس جمهوری ایالات متحده در این نشست از تقویت دفاع هوایی اوکراین در برابر روسیه خبر داد. پوتین هیچ چیزی جز متعه کردن کامل و محو اوکراین از نقشه نمی خواهد. اما اوکراین می تواند پوتین را متوقف کند و این کار را خواهد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. بیننده های عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از تلویزیون تمدن. و حال هم مشروع خبرها. عاشورای سال 61 هجری قمری تنها یک اتفاق یا رویداد تاریخی جنگی نیست، بلکه مکتب انسانساز و الگوی بشریت است. یکی از زیبایی های مکتب عاشورا که حسین ابن علی علیه السلام آن را رقم زده است، ایثار و فداکاری است. فداکاری برای احیای دین و ارزش های انسانی. همکارم داوود ناظری در گزارش به این موضوع پرداخته است. ایثارگری در راه احیای دین یکی از مهمترین درس ها و پیام های قیام امام حسین علیه السلام. مولوی عبدالحلیم حکیمی مدرس دانشگاه کابل میگوید امام حسین علیه السلام در رأس همه ایثارگری ها در دنیای بشریت قرار دارد، زیرا فرزند رسول گرامی اسلام با نثار خود و خانواده‌اش در راه اهداف کلان اسلامی و ارزش های خدایی بشریت را از ضلالت و گمراهی نجات داده است. معیار واقعی و بلند ایثار است که یک آدم از جان خاطر میشد که واقعا امام حسین در این راستا در رأس کاروان ایثارگرا هست، در جهت تأمین عدالت و دفع ظلم و بربریت که اونجا حاکم بود و نظام یزیدی که همه جا را ظلمش فرا گرفته بود، از جان خود گذشت، از مال خود گذشت، از خانواده خود گذشت، از اهل و فامیل خود گذشت. عالی ترین درجه ایثار در سیره امام حسین مشاهده میشه و حاضر شد که اهل بیتش به اسارت برود و خون خودش ریخته شود و دین را در اختیار جوامع بشری تقدیم کرد. حضرت ابا عبدالله الحسین روی همین لحاظ دین جدش را برای همیشه بقا بخشید. اگر قیام و نهضت حسین و ایثارگری حسین نبودی و دین به آیندگان به این قسمی تحویل داده نمی شد. لذا حضرت ابا عبدالله الحسین یک حق بسیار بزرگی به جامعه بشری دارد. قیام حسینی حالا می تواند نقش هدایتگری برای جوامع بشری داشته باشد، جوامعی که نیاز به الگو دارند و جوانان با شناخت حسین و مکتب حسینی به این الگو دست می یابند. واقعا خط زرینی را در تاریخ اسلام تا در تاریخ بشریت رسم کردند. امیدوار هستم که جوانان مسلمان خط حضرت حسین رحمه الله را تعقیب بکنند و امو ارزش های رکونا و دنبالش بودند دیگر را هم تعقیب بکنیم و خداوند توفیق بده همه ما و شما را که ارزش ها را تامین بکنیم و تطبیق بکنیم در زندگی خود. کسی که با پیروی از روش امام حسین علیه السلام خود عیار بسازه، هم در زندگی موفق است و هم در آخرت سعادتمند است. ترویج روحیه ایثارگری در جامعه با الگوگیری از فداکاری امام حسین علیه السلام در حل مشکلات اجتماعی نیز نقش دارد، از جمله کاهش تضادها و افزایش اتحاد، جلوگیری از انواع خشونتها و درگیریها. محبت و صمیمیت
در بین اعضای یک خانواده و یک اجتماع ایجاد میکنه و همچنین گذشت باعث همبستگی، اتحاد، انسجام و اعتماد در بین خانواده ها و اعضای یک جامعه میگردد. این است که این دو مسئله بزرگ را ما از عاشورا میآموزیم. ایثار یکی از ارزش های عالی در دین مبین اسلام است که در درجات مختلف قرار دارد. گذشت از منافع، گذشت از مال و سرانجام گذشتن از جان برای ارزش های والای خدایی که در درجات ویژه قرار گرفته است. مجالس عزاداری دهه محرم در مناطق مختلف هرات و با اشتراک اهل تشیع و تسنن برگزار می شود. علمای اهل سنت در هرات می گویند امام حسین علیه السلام متعلق به امت اسلامی است و مسلمانان نسبت به فداکاری آن حضرت در راه اعتلای اسلام مسئولیت و رسالت دارند. به گفته آنان نیاز است از محرم به صورت باشکوه بزرگدار شده و این دهه باید فرصت برای تحکیم همدلی در میان مردم کشور گردد. مجالس اعضای امام حسین علیه السلام در هرات با شکوه تر از گذشته و بستره برای همدلی و حرف زدن از برادری. در اینجا جبرئیل هرات در مساجد حسینیه ها طیف های مختلف جامعه مجالس اعضا برپا کردند. علمای شیعه و سنی با اشتراک در این مجالس تاکید دارند که عاشورا، قیام فراگیر و امام حسین علیه السلام متعلق به تمام مسلمانان است. این حسین از من است، من از حسین. شما خدا دوست داشته باشین، کسی که حسین را دوست دارم. شما پیغمبر گفتن دیگه، چی عجب خوب دیگه. خدا شما او را دوست داشته باشین و کسی که حسین را دوست دار او را دوست داشته باشین. یکی عرف پیغمبر، او عرف خدا و کونو مع الصادقین، این عرف پیغمبر از ایشان دیگه. و همچنین ما از علمای اهل سنت و تشیع هر سال برای اینکه امام حسین چون مختص برای شیعیان نیست، مختص برای یک مذهب قشر خاصی نیست، امام حسین مال تمام اسلام است. قیام امام حسین علیه السلام یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ اسلام است. علمای اهل سنت در هرات تاکید دارند که بزرگداشت باشکوه از محرم وظیفه جمعی است. حضرت امام حسین علیه السلام در راه عزت و اقتدار اسلام خود به پا خواست و فداکاری در راه دین میراث آن حضرت برای مسلمانان است. فقط هدف حضرت امام حسین علیه السلام ای بود که بساط ظلم، بساط فساد، بساط خودخواهی و بساط همو تجاوز و به اصطلاح همو زورگویی همه برچیده بشه، فقط عدالت، اسلامیت، ایمانداری، دینداری در اونجی جایگزین بشه که الحمدلله جایگزین هم شد. از جانب هم جوانان هرات و عزاداران حسینی میگویند آماده همکاری کامل با ارگانهای امنیتی هستند. به گفته آنان با شکوه برگزار شدن محرم در سایه امنیت نمایش اقتدار برای حکومت و مردم است. خط ابو عبدالله هر روز داره پررنگ‌تر میشه، هر روز داره به خادمان ابو عبدالله افزوده‌تر میشه و این خیلی نکته خوبیه که جوانا جز از اونها هستن. الحمدلله جوانا خیلی امسال پایکار بودن. مکان مردمی هیچ وقت خود دریغ نمی‌کنه، هستن شبانه روزی در کنار از ما در تلاشن برای امنیت بهتر. هر اون چی که مثلا به سبب امنیت ما بهتر باشه، میتونیم این مجلس محرم رو بهتر و باشکوه‌تر برگزار کنیم. برغم نگرانی ها از وجود برخی محدودیت ها، اما فرهنگیان و فعالان هرات میگویند مردم آماده گرامی داشت با شکوه محرم هستند. مناطق مختلف هرات در چهارمین روز محرم با پرچم های عزاداری آذین شده و جلوه های حسینی بیشتر از پیش در این ولایت به نمایش در آمده است. در بحبوحه تنش میان کابل و اسلام آباد قرار است اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان به زودی به کابل سفر کند. او مدعی شده که مشکل اصلی پاکستان با افغانستان موضوعات امنیتی است. آگاهان سیاسی اما گفتند تنها راه بهبود روابط دو کشور انجام مذاکرات اساسی است. رابطه افغانستان و پاکستان همواره دستخوش فراز و نشیب های بسیاری بوده.
هم در بخش سیاسی و امنیتی و هم در زمینه موضوعات اقتصادی. وضعیتی که تا کنون ادامه دارد و هر از گاهی دو کشور شاهد تشدید تنش‌هاند. حالا در میانه روابط پرتنش دو کشور، اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان قرار است به زودی به کابل سفر کند. آقای اسحاق دار در مورد زمان دقیق سفرش جزئیاتی نداده، اما گفته مشکل اصلی پاکستان با افغانستان موضوعات امنیتی است و اسلام آباد با کابل روابط نزدیک خواهد داشت. در همین حال آگاهان تاکید کردند تنها راه جهت بهبود هر شش سری چالش ها و اختلافات دو کشور انجام مذاکرات اساسی و راهبردی است. آنان امیدوارند این سفرها در حل هر چه زودتر مشکلات دو کشور مفید واقع شود. در شرایط فعلی که مسائل اتهامات TTP یا بی‌امنیتی و همچنان مشکلات مهاجرین افغان و هم مسائل ترانزیتی و اقتصادی و تجارتی در وقتا مناسبات دو کشور یا کمک تیره ساخته، به خوبتر است که بیای با مقامات امارت اسلامی افغانستان از نزدیک ببینم و مشکلات از راه گفتگو و مذاکره حل شود، شک و شبهه که وجود داره و از بین بره و همچنان اگر رابطه خوبتر ایجاد شود و همچنان دو طرف یک طرف قناعت بتن. از سوی هم وجود تنش‌های سیاسی و امنیتی روابط اقتصادی دو کشور را نیز متاثر ساخته. از وضع تعرفه‌های سنگین بر میوه‌جات افغانستان گرفته تا سایر کالاهای تجاری. آگاهان اقتصادی نیز بر این باورند که روابط اقتصادی دو کشور در حالت ایدئال قرار نداشته و پاکستان با استفاده از این مجرا فشار سیاسی بر افغانستان وارد می‌کند. با چون مسئولات زراعتی است، انتظار در خط سفری میان مرز افغانستان و پاکستان در حالت انتظار فاسد شد و ما فکر میکنم که دوست عزیز ما پاکستان از مجرای صادرات کشور و از مجرای صادرات محصولات زراعتی کشور میفهمه استفاده سیاسی بکنه و فشارهای سیاسی را ایجاد بکنه غرض وارد نمودن. با این حال حکومت تا کنون در مورد سفر وزیر خارجه پاکستان ابراز نظر نکرده. معاون سخنگوی حکومت تنها گفته ابراز نظر در این مورد قبل از وقت است و آجندای رسمی در این مورد شریک نشده است. سنگ تهداب یک مرکز صحی به ارزش $200,000 آمریکایی با کمک مالی کمیته نروژ برای افغانستان در ولایت غزنی گذاشته شد. مسئولان این نهاد میگویند این مرکز ویژه ارائه خدمات صحی برای زنان باردار و اطفال نوزاد خواهد بود. مسئولین محلی غزنی هم میگویند با ساخت این مرکز بسیاری از مشکلات در این بخش در غزنی و ولایت همجوار حل خواهد شد. تهداب گذاری نخستین کلینیک صحی ویژه مادران باردار و اطفال نوزاد در شفاخانه حوزوی ولایت غزنی. این مرکز صحی با حمایت مالی کمیته نروژ ساخته می شود. این مرکز صحی برای مادر و طفل است که در اینجا تمام خدماتش نسایی ولادی می باشه. خدماتش از خانم ها به خانم ها است. تعمیر در اینجا ساخته می شود. حدود 9 اتاق داره، جایی برای تشنابا داره، یک جای خوب برای انتظارگاه یا برای مردم که مریض می به وجور می شود و ضمن دریجه جایی برای مشوره برای مریضا است. مسئولان صحی ولایت غزنی میگویند مراجعه بیماران در شفاخانه ولایتی غزنی بلند است و ماهانه بیشتر از 1300 ولادت صورت میگیرد که به دلیل کمبود امکانات مریضان با برخی مشکلات روبرو هستند. وایو چې په ولایتي شفاخانه کې موږ د میاشتې تر 1300 اضافه ولادتونه لرو. البته ساختمان ډیر زوړ، بې کیفیت او ډیر کوچنی دی. د همدغې ساختمان او د همدغې صحي خدماتو په شتون به انشاءالله رحمان دی موږ صحي خدمات د مورد لپاره څو چنده لوړیږي. غزنی یک ولایت پرنفوس است و از ولایتهای همجوار هم اینجا زیاد مریضا مراجعه میکنه و شفاخانه ملکی و حوزهای تنها برای تداوی مادرها و اطفال کمک کرده نمیتونه چون بیروبار بسیار زیاد است. ما از یا بسیار استقبال میکنیم.
با این حال والی غزنین ساخت یک مرکز صحی را از نیازهای اساسی مردم خوانده و با اشاره به مشکلات باشندگان مناطق دوردست از نهادهای ملی و بین المللی خواست که اقدامات مشابه را در ولسوالی ها نیز روی دست بگیرند. دغه صحیح کړی نو کومه لکه دغه نن چې کوم ابتدا کیږي د مور او ماشوم په نامه باندې چې په نور اطرافو کې هم دغه زمینه برابره شي او کلینیکونه او هغه خلک چې په اطرافو کې اوسیږي چې د هغوی هم دغه ستونزې او مشکلات حل و فصل شي. نبود مراکز صحی ویژه کودکان و مادران در برخی مناطق دوردست کشور یکی از چالش های جدی در بخش صحی گفته شده است. و حالا هم بیننده چند خبر کوتاه باشید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و نارندرا مودی نخست وزیر هند پس از دیدار در یک بیانیه مشترک بر مبارزه علیه تروریسم در افغانستان تاکید کردند. سران دو کشور مبارزه علیه گروه‌های تروریستی بین‌المللی از جمله داعش در افغانستان را حیاتی دانسته و گفتند اقدامات علیه این گروه‌ها جامع و مؤثر خواهد بود. پوتین و مودی همچنان حمایتشان را از افغانستان مستقل عاری از مداخلات سیاسی اعلام کردند. برنامه جهانی غذا در گزارش تازه هشدار داده که تا ماه اکتبر سال جاری میلادی 12.4 میلیون نفر در افغانستان با سطح بلند نامنی غذایی روبرو خواهند بود. این نهاد گفته برای فراهم کردن کمک‌های اضطراری، مواد خوراکی، تغذیه و دیگر سهولت‌های عاجل برای نیازمندان در افغانستان در سال جاری میلادی به 1.6 میلیارد دلار نیاز دارد. برنامه جهانی غذا در این حال گفته با وجود چالش‌های جاری، افغانستان از لحاظ نامنی غذایی در تناسب با گذشته نسبتاً در حالت خوب قرار دارد. با این حال در بخش از این گزارش گفته شده در حال حاضر 4 میلیون نفر از جمله 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه شدید مواجه هستند. رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در پایان سفرش به پاکستان از اسلام آباد خواسته که کارت اقامت پناهجویان افغان را تمدید کند. فیلیپو گراندی بر پیدا کردن راه حل دراز مدت برای چالش‌های پناهجویان و حمایت از پاکستان تاکید کرده. او همچنان گفته در حال حاضر روند اخراج پناهجویان از پاکستان متوقف شده است. این مقام سازمان ملل تعهد کرده که در پایان سال جاری میلادی با نمایندگان کشورها، سازمان‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی در مورد پیدا کردن یک راه حل برای پناهجویان افغان در پاکستان گفتگو کند. مسئولان حکومت میگویند تلاش‌ها برای توسعه روابط تجاری بین افغانستان و ازبکستان جریان دارد. مسئولان وزارت صنعت و تجارت هم میگویند در 6 ماه گذشته میزان تجارت میان دو کشور حدود 195 میلیون دلار بوده. بازرگانان نیز ابراز امیدواری میکنند توسعه روابط تجاری با ازبکستان زمینه را برای صادرات محصولات افغانستان به کشورهای مختلف فراهم کند. افغانستان کشور مهات به خشکی و بدون داشتن مسیرهای دریایی، تنها راه حل این مشکل وصل کشور به جهان از طریق خطوط ریلی و دهلیزهای هوایی است. اینجا در قصر مرمرین و تصاویری از نشستی که در آن تصمیم گرفته شد، کمیته های جداگانه برای توسعه روابط تجاری و ترانزیتی با ازبکستان، فعالیت 24 ساعته بندر حیرتان و گسترش شبکه راه آهن ترمیز مزار شریف به هرات و قندهار را پیگیری کند. در ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال محترم عبد الغنی برادر خان په مشرۍ جوړې شوې غونډه کې د اړوندو سکتوري وزارتونو ادارو مسولینو د ازبکستان هیواد ته د افغانستان اسلامي امارت اقتصادي پلاوی د سفر پر مهال د نهایي سو موضوعاتو د تعقیب لپاره ځانګړو کمیټو ته دندې وسپارلې. په دې ناسته کې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزو سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو پراختیا، د حیرتان بندر څلورو ساعته کول، در از گردی سوداگریز خونی جادول. در میان این تلاش ها میزان تجارت نیز بین افغانستان و ازبکستان رو به افزایش است. تنها در 6 ماه گذشته 195 میلیون دلار بین هر دو کشور مبادلات تجاری صورت گرفته. با کشور ازبکستان در جریان 6 ماه اول سال 2024 به ارزش 195 میلیون دلار تجارت داریم که از این میان 22 میلیون دلار صادرات و به ارزش 173 میلیون دلار هم واردات داریم. اکثر اقلام صادراتی ما به کشور ازبکستان قالین، شیرینگویه، هنگ و زیره سبز می باشد و همچنان اکثر اقلام وارداتی هم آرد، برق، کود کیمیایی، تیل، گاز و مواد خام فابریکات می باشد. محصولات افغانستان یکی از محصولات خیلی ناب در دنیا میتونه بگیم باشه.
به خاطر که هر آنچه که مثلا ما تولید میکنیم کاملا 100% طبیعی میباشه و هیچ گونه دخالت مثلا علم در او وجود نداره. از همون لحاظ از کیفیت خیلی بالایی برخوردار است و ما میتونیم مشتری های خود در هر جای دنیا پیدا بکنیم. توسعه روابط تجاری کشور با ازبکستان زمینه صادرات تولیدات داخلی افغانستان را به کشورهای مختلف نیز فراهم می‌سازد. از طریق خطوط ریلی ازبکستان به کشورهای مختلف حتی فراتر از خاورمیانه. با ازبکستان روابط ما هر قدری که گسترش پیدا بکنه همه قدر به نفع نه تنها افغانستان بلکه به نفع خود ازبکستان و همچنان کشورهای همسایه و کشورهای جنوب آسیا هم است. برازی که کشورهای جنوب آسیا به انرژی یا مواد خام ضرورت دارند و همچنین کشورهای آسیای میانه به مواد پخته که در کشورهای جنوب آسیا وجود دارد. قالین، شیرین بویا، هنگ و زیره سبز از اقلام صادراتی کشور به ازبکستان است. در مقابل آرد، برق، کود کیمیاوی، تیل، گاز و مواد خام فابریکه ها از ازبکستان به افغانستان وارد می شود. سازمان ملل متحد اعلام کرد برنامه های بشری نهاد در افغانستان به دلیل کمبود بودجه در معرض خطر قرار گرفته است. دفتر اوچا گفته اگر بودجه کافی و به موقع تأمین نشود بحران انسانی جاری بدتر خواهد شد. با این حال مسئولان در وزارت اقتصاد میگویند مبارزه با ناامنی غذایی و کاهش فقر و بیکاری در کشور در محراق توجه حکومت قرار دارد. گزارش های تازه نهادهای بین المللی در مورد وضعیت کمک های بشری در افغانستان، وضعیتی که از دید این نهادها قناعت بخش نیست و خطرات را نیز به دنبال خواهد داشت. دفتر سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک های بشر دوستانه یا اوچا گفته برنامه های حیاتی مانند مراقبت های صحی، سرپناه، غذا، آموزش و حفاظت در افغانستان به دلیل کمبود شدید بودجه در معرض خطر قرار دارد. این نهاد هشدار داده اگر بودجه کافی و به موقع هماهنگ و تأمین نشود بحران انسانی جاری بدتر خواهد شد. اوچا پیشتر نیز گفته بود از 3 میلیارد بودجه درخواستی تا کنون 696 میلیون دلار دریافت کرده که 22.8% بودجه مورد نیاز را تشکیل می دهد. قسمی که جهانیان فکر میکنه با او اندازه اقتصاد مردم و مردم افغانستان و حکومت افغانستان خراب نیست. انشالله در حالت بهبود است که در آینده میتوانیم اقتصاد خود را پایش سازیم. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا در گزارش تازه خود هشدار داده که تا ماه اکتبر سال جاری میلادی 12.4 میلیون نفر در افغانستان با سطح بلند ناامنی غذایی روبرو خواهند بود. این سازمان گفته علی‌رغم چالش‌های موجود افغانستان از لحاظ ناامنی غذایی در تناسب به گذشته نسبتاً در حالت خوب قرار دارد. با این حال مسئولان در وزارت اقتصاد از جامعه جهانی می‌خواهد از برنامه‌هایی که باعث تقویت اقتصاد خانواده‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور می‌شود حمایت دوامدار داشته باشد. پاسخگویی مؤثر و مبارزه با ناامنی غذایی در محراق توجه ما قرار دارد. حمایت و تمرکز جامعه جهانی از برنامه هایی که سبب تقویت اقتصاد خانوار، ایجاد فرصت های اشتغال زایی و بلند بردن قدرت خرید مردم گردد می تواند مؤثریت اقتصادی داشته و باعث بهبود وضعیت اقتصادی و احیای زیرساخت های اقتصادی گردد. گفتنی است که وقوع رویدادهای طبیعی از جمله جاری شدن سیلاب، زلزله و خشکسالی در چند سال اخیر بخشی از شهروندان کشور را متاثر و میزان فقر در کشور را تشدید کرده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نشست سران ناتو در واشنگتن از تحویل دهی ده ها سیستم دفاع هوایی به اوکراین خبر داد. بایدن در این نشست با اشاره به جنگ اوکراین گفت پوتین محو اوکراین از روی نقشه را می خواهد، اما اوکراین می تواند پوتین را متوقف کند. در این حال ولادیمیر زلنسکی با انتقاد از متحدان غربیش میگوید جهان نمیتواند تا انتخابات نوامبر آمریکا منتظر بماند تا برای دفع حملات روسیه به این کشور اقدام کند. نشست سه روزه سران کشورهای عضو ناتو در واشنگتن، محور اصلی این گفتگو و رایزنی ها آینده ناتو است و تحکیم اتحاد علیه روسیه در جنگ اوکراین. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در این نشست گفت ناتو قوی تر از گذشته است.
بایدن در بخش دیگری از سخنانش به جنگ اوکراین پرداخت و از تجهیز سیستم دفاع هوایی اوکراین خبر داد. او مدعی شد پوتین به دنبال محو اوکراین از روی نقشه است. پوتین هیچ چیزی جز متعه کردن کامل و محو اوکراین از نقشه نمی خواهد. اما اوکراین می تواند پوتین را متوقف کند و این کار را خواهد کرد. آمریکا و 4 متحدش از جمله آلمان، هلند، ایتالیا و رومانیا در بیانیه مشترک از تحویل دهی 5 سیستم دفاع هوایی دیگر از نوع پاتریوت با اوکراین خبر دادند. این کشورها گفتند قرار است بسته کمکی تسلیحاتی دیگر را که شامل ده‌ها سیستم دفاع هوایی می شود در آخر سال روان اعلام کنند. ظاهراً تعهد تازه آمریکا و متحدانش برای زلنسکی قناعت بخش نبوده و انتقادهای رئیس جمهوری اوکراین را به دنبال داشته. زلنسکی اینجا در برابر دوربین رسانه‌ها خواستار تحویل دهی تسلیحات تهاجمی تر به این کشور شد و گفت جهان نمیتواند تا انتخابات نوامبر آمریکا منتظر باشد تا برای دفع حملات روسیه به این کشور اقدام کند. زمان آن رسیده است که از سایه ها خارج شویم و تصمیمات قوی برای اقدام بگیریم و منتظر نباشیم تا نوامبر یا ماه دیگر فرا برسد. ما باید همه با هم قوی و سازش ناپذیر باشیم. کیلومترها دورتر از واشنگتن در نیویورک هم شورای امنیت سازمان ملل نشست اضطراری را در مورد اوکراین برگزار کرده. معاون نماینده چین بار دیگر بر طبل خیشتنداری کوبید و از طرف‌ها خواست به قوانین بشردوستانه بین‌المللی احترام بگذارند. ما مجدداً از طرف‌های درگیر می‌خواهیم تا منطق و خیشتنداری و قوانین بشردوستانه بین‌المللی را به طور مؤثر رعایت کنند و از حمله به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی خودداری کنند. این نشست پس از حملات سنگین روزهای اخیر روسیه به درخواست اوکراین برگزار شد. سازمان ملل میگوید روسیه در حمله به شفاخانه کودکان مرتکب جنایت جنگی شده. نماینده دائم روسیه اما در شورای امنیت گفت این رویداد ناشی از سقوط راکت سیستم دفاعی هوایی خود اوکراین بوده است. شواهد وجود دارند که نشان می‌دهند موشک پدافند اوکراینی که بر روی شفاخانه در کیف سقوط کرد برای رهگیری حمله روسیه به یک هدف نظامی شلیک شده بود. با این همه دیده شاید که حمایت‌های کورکورانه غرب از کیف ناتو را به جنگ تمام عیار با روسیه می‌کشاند یا آمریکا مثل کشورهای دیگر در آخر خط پایش را از میدان جنگ بیرون می‌کشد و کیف را قربانی می‌کند. در پایان مرور دوباره به سرخط مهمترین خبرها. سفر قریب الوقوع وزیر خارجه پاکستان به کابل در میانه تشدید تنش‌ها میان دو کشور اسحاق‌دار گفته اسلام آباد با کابل روابط نزدیک می‌خواهد. خوبتر است که بیاید با مقامات امارت اسلامی افغانستان از نزدیک ببینم و مشکلات از راه گفتگو و مذاکره حل شود. نگرانی نهادهای بین المللی از احتمال تشدید بحران بشری در افغانستان. همزمان وزارت اقتصاد از جهان خواست از برنامه ها برای تقویت اقتصاد خانواده ها و ایجاد فرصت های شغلی در کشور حمایت کنند. برای حل اساسی بیرون رفت از مشکلات اقتصادی، اتکا به ظرفیت های موجود اقتصادی داخل کشور را تطبیق برنامه اشتغال زایی مطابق به اولویت های اقتصادی در سکتور های مختلف می باشد. و آغاز نشست سران ناتو در واشنگتن با آجندای ضد روسی. رئیس جمهوری ایالات متحده در این نشست از تقویت دفاع هوایی اوکراین در برابر روسیه خبر داد. پوتین هیچ چیزی جز متعه کردن کامل و محو اوکراین از نقشه نمی خواهد. اما اوکراین می تواند پوتین را متوقف کند و این کار را خواهد کرد. بیننده های عزیز، این بسته خبری این ساعت بود که تقدیم حضور شما گردید. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت بخیر.